نشانه‌های افسردگی در مردان چیست؟ هم مردان و هم زنان می توانند افسردگی را تجربه کنند، اما نشانه‌ها می تواند متفاوت باشد. اگر چه نشانه‌های اولیه افسردگی برای بسیاری اغلب احساس ناراحتی دارد، مردان ممکن است گرایش بیشتری نسبت به زنان داشته باشند تا خشم خود را احساس کنند، احساسات تهاجمی نشان بدهند و در مصرف مواد مخدر افراط کنند. به خاطر علائم مختلف و به این دلیل که مردان معمولاً کمتر از زنان در مورد درمان افسردگی صحبت می کنند و به دنبال درمان افسردگی هستند، بسیاری از مردم دچار افسردگی نمی شوند. در این مقاله ما علائمی عاطفی، رفتاری و فیزیکی افسردگی را در مردان بررسی می کنیم. همچنین در مورد نحوه دریافت کمک و تبادل نظر با این اشخاص و اینکه چطور یاد بگیرند افسردگی را در این مردان تشخیص دهند صحبت خواهیم کرد. افسردگی در مردان رایج است. طبق گفته انجمن روانشناسی آمریکا، حدود 9% از مردان در ایالات متحده هر روز احساس افسردگی و یا اضطراب دارند و 30.5% از مردان در طول زندگی خود یک دوره افسردگی را تجربه کردند. افسردگی یک اختلال روحی است که افکار، احساسات، بدن و رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد. پزشکان ممکن است به افسردگی به عنوان افسردگی اصلی، اختلال افسردگی و یا افسردگی بالینی نگاه کنند. افسردگی در زنان رایج‌تر است و 10.4% از زنان را در مقایسه با 5.5% از مردان در ایالات متحده تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، تعداد مردانی که با خودکشی جان خود را دست می‌دهند 4 برابر تعداد زنان است. یکی از دلایل این هم می‌تواند این باشد که مردان کمتر دچار افسردگی می‌شوند و افسردگی خودشان را با کسی در میان نمی گذارند. بر این اساس افسردگی عامل خطر مهمی برای خودکشی مردان است. درک اینکه چگونه علائم افسردگی ممکن است بین مردان و زنان متفاوت باشد مهم است و می تواند به آنها کمک کند که از افسردگی خود و عزیزانشان آگاه شوند. تشخیص افسردگی اولین قدم به سمت بهبودی است. علائم افسردگی مردان و زنان در تقریباً یکسان است. این موارد عبارت است: احساس اندوه، اشک ریختن، گناه یا احساس پوچی، نداشتن لذت به قوه جنسی، وزن کم کردن یا بیش از حد وزن زیاد کردن، مضطرب بودن، خستگی، عدم تمرکز هستش. افراد مبتلا به افسردگی تمام این علائم را تجربه نخواهند کرد. برخی علائم افسردگی بیشتر از زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که می‌تواند ناشی از عوامل ژنتیکی، هورمونی، بیوشیمیایی و یا اجتماعی باشد. ما با جزئیات بیشتر به این مورد در مورد افسردگی مردان می‌پردازیم. نشانه های رفتاری در مردان علائم به افسردگی می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، مصرف الکل و مواد مخدر بر مردان مبتلا به افسردگی بیشتر از زنان تأثیر می گذارد و مردان بیشتر از زنان به حملات خشم و رفتارهای ریسک پذیری می پردازند. افراد مبتلا به افسردگی ممکن است متوجه این تغییرات در رفتارشان شوند. 1. آشامیدن بیش از حد الکل و یا مصرف مواد مخدر، دوری از محیط خانوادگی یا اجتماعی، به طور افراطی کار میکنند بدون اینکه وقفه‌ای در کار خودشان بدهند، در رابطه با رفتار ریسک پذیری کنترل و یا سوء استفاده بیشتری در روابط با رفتارهای ریسک پذیری خواهند داشت، احساس کردن و مسئولیت پذیری خانواده که این کار برایشون خیلی مشکل هست، تا
داشتن کنترل آزاردهنده در روابط خانوادگی، داشتن رفتارهای خشن و افراطی مخصوصاً در قماربازی و در روابط جنسی، و مورد آخر قصد داشتن به خودکشی. یک نظریه این است که این رفتار تغییرپذیری به دلیل تلاش مردان برای پنهان کردن افسردگیه و پیروی از هنجارهای مردانه مانند خشم، این رفتارها در آنها رشد میکند. این تلاش برای پنهان کردن افسردگی ممکن است باعث شود که مردان به رفتارهای مخرب بپردازند. مردان مبتلا به افسردگی ممکن است علاقه به سرگرمی‌ها و احساسات خود را از دست بدهند یا انگیزه کمتری برای موفقیت در کار داشته باشند. افسردگی ممکن است بر روابط جنسی مردان نیز تأثیر بگذارد. مردان مبتلا به افسردگی ممکن است علاقه کمتری به داشتن رابطه جنسی داشته باشند و ممکن است با انجام رفتارهای جنسی مشکل داشته باشند. نشانه‌های احساسی در مردان. برخی از مردان ممکن است راحت‌تر علائم فیزیکی را نسبت به تغییرات روحی خودشان مورد بحث قرار دهند. با این حال، ارتباط نزدیکی بین ذهن و بدن وجود دارد. ممکن است که همه نشانه‌ها را با یک پزشک در میان بگذارید، حتی اگر آنها بی اهمیت یا بی ربط به نظر برسد. افسردگی بر وضعیت عاطفی هم بر مردان و هم بر زنان تأثیر می‌گذارد و باعث خلق پایین و آرامش در خودرفتگی می‌شود. زنان مبتلا به افسردگی ممکن است این احساس را به عنوان ناراحتی بیان کنند، اما برخی از مردان در ظاهر کمتر احساس راحتی می‌کنند و این احساسات را بیان نمی‌کنند. از این رو تغییرات در وضعیت عاطفی آنها می‌تواند به روش‌های دیگری آشکار شود. نشانه های اولیه افسردگی در مردان می تواند شامل افزایش موارد زیر باشد: عصبانیت، خشم، بی‌حوصلگی و پرخاشگری. این تفاوت ها ممکن است ناشی از انتظارات اجتماعی از اینکه چگونه مردان و زنان ابراز احساسات می کنند باشد. احتمال دارد که مردان کمتر تمایل به نشان دادن احساسات خاص داشته باشند، مانند غم، تو خودرفتگی، که این بیشتر مواقع دلیلی برای سرزنش و انتقاد و شکایت از طرف اقوام یا دوستان می شود. افراد مبتلا به افسردگی ممکن است افکار خودکشی را تجربه کنند. اما نشانه های جسمانی در مردان افسرده چیست؟ افسردگی یک بیماری روانی است، اما علائم جسمی نیز دارد. افراد مبتلا به افسردگی ممکن است این دردها را تجربه کنند: احساس تنگی در قفسه سینه، سردرد، کمردرد، خستگی بیش از حد و یا بیش از حد احساس بیقراری یا ناراحتی داشتن یا بیش از حد وزن از دست دادن، خوابیدن بیش از حد و یا کمخوابی. برخی از این علائم ممکن است به خاطر تأثیر افسردگی بر مواد شیمیایی مغز بروز کند. افسردگی سطوح سروتونین و نوراپینفرین را تغییر می‌دهد. مسیرهای سلولی مشترک ممکن است افسردگی و درد را پیوند دهند. اما چرا افسردگی در مردان اغلب تشخیص داده نمی شود؟ طبق آمار ارائه شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، زنان تقریباً دو برابر بیشتر از مردان تجربه می کنند. با این حال، احتمالاً مردان بیشتری نسبت به زنان از گزارش افسردگی اجتناب می کنند. بنابراین، آمار مردان ممکن است بیشتر باشد. بر اساس برخی برآوردها، دو سوم افراد مبتلا به افسردگی در بیمارستان تشخیص داده نشدند. پزشک ممکن است علت و باعث افسردگی در مردان را تشخیص ندهد. مردان ممکن است بیشتر علائم جسمانی را گزارش کنند، مانند مشکل خواب یا تغییرات احساسی.
در نتیجه پزشک میتواند تشخیص اشتباهی بدهد. علاوه بر این ممکن است افراد نشانه های رفتاری مشترک افسردگی در مردان را به اشتباه تفسیر کنند. آنها ممکن است خشم را به جای نشانه افسردگی ببینند. آنها همچنین ممکن است دلایل استفاده از مصرف مواد مخدر و یا الکل را تشخیص ندهند. مطالعه‌ای که در سال 2013 از معیارهایی برای سازگاری با روش‌های مختلف انجام شده نشان می‌دهد که مردان و زنان دچار افسردگی می‌شوند. محققان دریافتند که افسردگی در میان دو جنس رایج است. تحقیقات بیشتر در مورد افسردگی و جنسیت برای تایید این موضوع ضروری است. چه وقت به دکتر مراجعه کنید؟ هر کسی متوجه تغییرات احساسی، رفتاری و فیزیکی که در این ویدیو توضیح داده شد بشود، ممکن است دچار افسردگی باشد. اگر این موارد را در خود دیدی، مراجعه به یک دکتر ضروری است. پزشک می تواند به تشخیص افسردگی روحی کمک کند و درمان مناسب را به شما بدهد تا احساس بهتری داشته باشید. بی اهمیتی تلقی کردن و رها کردن افسردگی می تواند به شما ضررهای زیادی وارد کند. افسردگی عامل خطر خودکشی است. بنابراین حیاتی است که فرد مبتلا به افسردگی هر چه زودتر به دکتر مراجعه کند. درمان افسردگی. راه‌های مختلفی برای درمان افسردگی وجود دارد. هر کسی به طور متفاوت به درمان پاسخ می‌دهد، اما یک پزشک می‌تواند به فردی که در آن رفتار ممکن است نیازهای هماهنگی داشته باشد مشاوره دهد. گزینه‌های درمان عبارت از دارو درمانی و گفتگو درمانی با روانپزشک. اما چطور میتوان با افسردگی کنار آمد؟ در کنار سایر درمان‌ها، تغییرات خاص سبک زندگی و استراتژی‌های مقابله می‌تواند به فرد کمک کند که افسردگی را کنترل کند. برای مثال، ورزش منظم، دویدن و یا حتی ورزش‌هایی مثل کوهنوردی و شنا می‌تونه اندروفین رو تولید بکنه و این هورمون رو افزایش بده. ایجاد ساختار متفاوت. مسلماً به یک عادت روزانه پرداختن باعث میشه که شخص احساس راحتی بکنه. مورد بعد این هستش که کارهای بزرگ و اهداف بزرگ را انتخاب نکنید. سعی بکنید که کارهای کوچکتر و اهداف کوچکتر را برای خودتون برگزینید. صحبت کردن با دوستان و خانواده راهی است که شما میتونید احساسات خودتون رو با اونها در میون بذارید و از این طریق احساس بهتری داشته باشید. اجتناب از الکل. کاهش مصرف الکل ممکن است باعث بهبود حال شخص افسرده شود.